دادگاه دورس در آلبانی، جلسات محاکمه حمید نوری از دشخیمان قتل عام 67. گزیده ای از سخنان مجاهد خلق محمد زند، از شاکیان پرونده و از شاهدان قتل عام در زندان گوهردشت، سخنان دادستان و وکلا و مکالمات قاضی، چهارشنبه 19 آبان 1400. قسمت دوم. بعد اونجا نشسته بودم، صدای داوود لشکری، حمید عباسی و ناصریان رو میشنیدم. یوسف در او که هورد داوود لشکری، حمید عباسی او که یکی دیگه هم بود، داوود لشکری، حمید عباسی و ناصریان روستر، یه هورد درست روستر. یه بار داوود لشکری اومد یک لیست خوند و برداشت به همون سمت که میگیم حسینیه که محل اعدام ها بود یا آمفی‌تئاتر، از اینجا به اون سمت خورد. بعد از تقریبا یک نیم ساعت حدود ساعت 11 تا 12 بود، دیدم که حمید عباسی یا همین حمید نوری دارن از سمت راهروی مرگ، از اون ور، از سمت همون حسینیه، با داوود لشکری می اومدن به سمت ما. تقریبا فاصله باهاشون 10 تا 15 متر بود. وقتی دیدمشون، حمید عباسی یه دسته چشمند تو دستش، یعنی تعداد زیاد چشمند رو تو دستش اینطوری گرفته بود، داشت می اومد. همراهش داوود لشکری بود. وقتی به نزدیکی من رسیدن، داوود لشکری گفت من میرم قسم میکنم برمیگردم. بعد داوود لشکری رفت، حمید عباسی هم رفت، یک لیست جدیدی آورد. همون موقع من دیدم ناصر منصوری رو که روی برانکارده آوردن، گذاشتنش روبروی من زیر پنجره. ناصر منصوری مسئول بند ما بود. بعد ناصریان و حمید عباسی زیر فشار گذاشته بودنش که روابط و مناسبات داخل بند رو برای اونا بگید. اونم برای اینکه تن به این خیانت نده، خودش رو از طبقه سوم، جایی که تو انفرادی بود، به پایین پرتاب کرده بود و نخواهش قطع شد. منصوری هیچ حرکتی نداشت، فقط روی برانکار دراز کشید. حمید نوری اومد اسم همین رو خوند و اسم پدرش رو، یعنی ناصر منصوری و اسم پدرش، به اضافه علی حق‌وردی و یه تعداد دیگر رو. اینها رو بردن به سمت همون حسینیه و محل اعدام ها. بعدش من اونجا چند دقیقه، شاید مثلا نیم ساعت، سه رو به بعد، محمود زکی رو دیدم. اول اطرافم رو نگاه کردم، دیدم پاسداری حواسش نیست. از محمود زکی پرسیدم اتهامتو چی گفتی؟ گفت من گفتم مجاهد خلق. محمود زکی روز 12 مرداد بچه ها رو توی بند جمع میکنه. البته همه رو، نه یه تعدادی از بچه ها رو جمع کرد، از جمله مشتبه اخگر، علی حق‌وردی و یه چند تای دیگر، و بهشون گفتش که بریم شام بخوریم. از اونجا بچه ها میگه اعدام ها به طور گسترده همونطوری که شنیدید شروع شد. وظیفه من دفاع از هویت مجاهدینه. علی حق‌وردی هم همین رو میگه، بقیه هم همین رو میگه. برحال اونجا که نشسته بود و من گفتش که گفتم مجاهد خلق، متوجه نشدم که علی محمود که همون روز یا روزهای بعد اعدام شد، ولی اون حرف رو اون روز به من زد. من تقریبا 2-3 ساعت اونجا بودم، شاهد بودم که باز هم لیستای دیگه خونده شد از طرف حمید عباسی، از جمله محمد نوپرور هم همون روز اعدام شد. و فکر میکنم اسدالله ستار نژاد، اسدالله ستار نژاد گفته بود که اگه بخوام من اعدام کنم، میگم بدون چشمان من باید اعدام شد. اصلا ستار نجا دارم برادرانش تو آلبانی تو اشرف سه هست. من رو از اونجا بردن
به انفرادی. تا روز 18 مرداد. روز 18 مرداد دوباره برگردوندنم به همون راه رو. بعد از تقریبا نیم ساعت یا سه رو بردنم دوباره پیش هیئت من. همونجا کشبندمون که برداشتم نگری گفت ببرش بیرون. هیچ سوال جوابی نکرد. آوردنم توی همین راه رو نشوندنم دوباره. ولی اونجا اسمایی که دوباره حمید عباسی میخوند شنیدم. جعفر تجدد و احمد نلبندی رو که میشناختم و خوند. جعفر تجدد رو از ایران میشناختم، یعنی از بیرون از زندان میشناختم. برادرش هم سال 60 غلام حسین تجدد اعدام شد. بعد از یک ساعت یا دو ساعت منو برگردوندن دوباره به انفرادی. روز 22 مرداد دوباره من رو آوردن مقابل هیئت مرگ. بعد بردنم پیش هیئت مرگ. اونجا گفتن اگه قبول نکنی اعدام میکنی. متاسفانه من نتونستم مثل اون بچه ها شجاعت داشته باشم از هویت مجاهدین دفاع کنم و بگم مجاهد. اما بعد از اینکه به مجاهدین پیوستم صادقانه همه چی رو که گذشته بود بهشون گفت. تصمیم گرفتم راه اونا رو ادامه. روز 22 هم لیستایی رو همین حمید عباسی باز میخوند. اما اون موقع چون همش به فکر این کاری که کرده بودم بودم متوجه نشدم که رو میخوند. من رو برگردوندن دوباره به انفرادی. همون روز بود یا فرداش ناصریان و حمید عباسی اومدن دم در سلول. ناصریان یه چند تا کاغذ با یه قلم انداخت توی سلول و گفت همه یه روابط و مناسبات داخل بندتون همه رو باید بنویسید. اونا رفتن بعد نزدیک ساعتش یادم نیست دقیقا، ولی موقع اولین وعده غذایی بود کنم مثلا شام بود، 4-5 تا پاسدار به من گفتن پشت به در سلول بشین چشمند بزن. بعد اومدن تو شروع کردن منو به شدت زدن با مشت و لغد و پوتین و اینا. سرمو میکوبیدن به لوله‌ای بود اونجا، به اون لوله، در حالی که دندمم شکسته بود و به شدت درد. بعد این قضیه برای چند روز ادامه داشت که منو تحت فشار بذارن که بگن اون اسامی رو بردید. یعنی صبح بود، زور بود و شب. هر سه وعده غذایی این بلا رو سر من میآورد. اما وقتی دیدم من چیزی نمی‌نویسم دیگه نمی‌نویسم. تا روز 5 شهریور بود دیدم برای سلولای بغلی و روبرون چند نفر رو آوردم پر کردم. مرس زدم پرسیدم که کی هستی و از کجا اومدی. متوجه شدم یکی از رفقای مارکسیستمونه که اون روز برده بودنش برای همین دادگاه ها، یعنی همین هیئت من. ازش پرسیدم جریان اعدام ها رو میدونی؟ گفت کم و بیش در جریانی. متاسفانه اسمش یادم رفته، ولی ازش پرسیدم که تو رو برای چی آوردن اینجا؟ گفت ما رو بردن پرسیدن نماز میخونی یا نه. گفتم نه. یک ساعت بعد دوباره به من مرس زد، گفت سریع بیا کارت دارم. یک جمله میزد که من متوجه نمیشدم. میگفت امروز تولیدم. زیر در یه طوری که متوجه باشم که پاسدارا اونجا توی راهروی بند نیستن. ازش پرسیدم چی میگی؟ خیلی آروم گفت امروز تولدم. هم خندم گرفته بود هم تو دلم تحسینش کردم به خاطر اینکه سر موزه بود. یکی دو ساعت بعد اومدن همشون رو بردن که احتمال زیاد همشون اعدام شد. من مدت 3 حدودم توی انفرادی بازم موندم. بعد در اواخر فکر می‌کنم اواخر مهر یا اوایل آبان بود که منتقلم کردن به بند 13. بند 13 تا جایی که میدونم اینجا. بعد اولین کسی که توی بند دیدم محمود رویایی بود. از محمود پرسیدم محمود چند نفر دیگه مونده؟ گفت تا اونجایی که میدونم تو آخرین نفر. بقیه همه اینجایی که حدود 160-170 نفر بود. از کل زندانیان باقی مونده در زندان گوهردشت همین 160-170 نفر باقی مونده بود. یه ده روز حدودم بعدش به من ملاقات دادن. مادرم بود، پدرم بود و خواهرم. وقتی رفتم اونجا از من پرسیدن رضا کو؟ گفتم من نمیدونم، برید از اینا بپرسید. خواهرم و مادرم به شدت گریه میکردن. گفتم من نمیدونم، برید از خود اینا بپرسید.
میخواستم برم بپرسم که بفهمن چه جنایتی صورت گرفت. من رفتم، بعد چند روز بعدش پدرم رو بهش تلفن میزنم، میگم بیا ادین، میگن شناسنامه پسر رضا رو هم با خودت بیار. پدرم شناسنامه رو نمیبره ولی خودش میره ادین. بعد اونجا بهش میگن که پسرت رو اعدام کردیم، یه پاک کوچیک بهش میدن، یه پیرهن توش بوده و یه ساعت شکسته که ساعت رو روی ساعت دو شکونده بود که به یه زمان اعدام شدیم. بعد پدرم میگه که شناسنامه رو برای چی میخوایی؟ میگن میخواییم باطل کنیم که بهش به محل قبرش بدیم. پدرم میگه که برای چی پسرم رو اعدام کردی؟ این که 7 سال زندان کشیده بود، 3 سال دیگه باید آزاد میشد. زندان شناسنامه دارم ولی بهتون نمیدم. پدرم چشمم ببذارم میبرم داخل زندان. برای اینکه تحت فشارش بذارم 3 بار براش اعدام مصنوعی ترتیب میدم. پدرم بهشون میگه یه اعدام بکنید میرم پیش پسرم، مهم نیست. وقتی میبینن اینطوری وایستاده دیگه بهش میگن که برو ولی حق نداری براش مراسم بگیری. بابا میگه که براش مراسم میگیرم، مراسم بزرگی هم خواهم گرفت. همین کارم کردی، مراسم خیلی باشکوه براش گرفت. البته پدرم بعدن خودش دچار آلزایمر شد و پارسال همزمان با بازپرسی اول من فوت کرد. ما رو اواخر بهمن بود فکر کنم 27 یا 29 بهمن بود بعدش به اوین منتقل کرد. در اوین برادرم یه ملاقات حضوری گرفت که در دفتر ناصریان بود. ناصریان بود و همین حمید نوری هم اونجا بود، نشسته بود. من چشمان نداشتم، برادرم و زن برادرم و بچهشون اومدم دیدن من. ناصریان اومد همونجا، تو همون ملاقاتی که من داشتم با برادرم، به برادرم گفت اگر این برادر دعوت و مناسبات داخل من رو همچنان نگه، اعدام خواهد شد. این ملاقات اسفند و فروردین اسفند 68 یا فروردین 69 انجام شد. زن برادرم به شدت گریه میکرد و ترسیده بود. من هم دلداریش میدادم، میگفتم مهم نیست. به هر حال فروردین 71 با خاطرات تلخی از زندان آزاد شد. بالاخره خودم رو به مجاهدین رسوندم. چون همه اون بچه ها به خاطر همین اعدام شد. من حرفم کنم. هندرسن دن اختان مردم؟ خب حالا میریم سر 8 مرداد. Då berättade du att en pastor öppnade dörren till avdelningen och så lästes det upp 10-11 namn. Gofte ye pastor dar band o bas kard va 10-11 ta asami ro khond. Och minns du idag några namn som var med bland de 10-11? Khob az in 10-11 nafar asami yadet miad hami alan ke betuni begi? بله همشون رو میتونم بگم. یا کن نمنا الله. هم غلام حسین اسکندری. غلام حسین اسکندری. سید حسین صبحانی. سید حسین صبحانی. مهران هویدا. مهران هویدا. رامین قاسمی. رامین قاسمی. مسعود کواری. مسعود کواری. منصور قهرمانی. منصور قهرمانی. بعد اصغر محمدی خبازان. اصغر محمدی خبازان. اصغر مسجدی. اصغر مسیدی. رضا زند. رضا سند مسیتا. یک نفر که تو ایرانه. یک نفر دیگه هم بود، من الان دقیق یادم نیست، ممکنه احمد گرجی بوده باشه، دقیق ولی یادم نیست. و سن سو پو کفلن دو سو بسکریب دو ات ni hade förmodligen förstått att det pågick avrättningar under den här tiden eller just då. شبش متوجه شده بودین که اعدام ها داره رخ میده.
Bara. Ja. Och sen gav du några namn igen som du beskrev avrättades just den här dagen den 8 morgon. Och tyvärr så fick jag inte med de namnen. Bara dåbara چند تا اسامی گفتی که همون هشتم مرداد اعدام شدن. اما من متاسفانه نرسیدم بنویسم. اسامی رو دوباره. Jag fick med Jafar. Jafar Hashemi. Jafar Hashemi. دکتر محسن فقفور مغربی. دکتر محسن فقفور مغربی. اینا زندانیایی بودن که از مشهد آورده بودن و موضع علنی میگرفتن و میگفتن که ما سربازان مسعود ملیان. من شنیدم، البته خودم ندیدم، شنیدم که اینها شعارهای موقع اعدام علیه خمینی شعار میدادن و درود رجبی بود. Jag har hört det, men jag har inte sett det själv, att vid avrättningen så hade de också ropat ut slagord mot Khomeini och ja, hälsningar till Rajavi. Och hur vet du att de här avrättades just den här dagen? Tu az kojá midunī ke inā un rūz edām shodan? بعد ها که ما با هم دیگه نشسته بودیم و صحبت میکردیم، هر کس از دوستانش که دست داده بود و میگفت دیگه هم اونا نبودن اونجا. بعد از طریق خانواده ها. بله، حالا میریم باز سر همین اسامی هستیم. شما اسم ملیکش ها را آوردی، اسامی هم گفتی که اون روز اعدام شدن. Och jag vill bara kontrollera med dig, för jag fick med då först Jalal Jahiri. Lajeri. Jalal Lajeri. Jalal Lajeri دانشجو بود. قبلش تو بند ما بود. برای آزادی بردنش دید. شرایط اونا رو برای مصاحبه نپذیرفت. میفرستنش تو ملیکش ها. بعد همه چون رو منتقل کردن به گوهردشت. بعد در جریان اعدام ها اونم اعدام شد. من از خانوادهش مستقیم پرسید. چون من خانوادهش رو میشناهد. یک محلی فقیر نشین در تهران. Bara om du bekräftar om jag fick nästa namn rätt. Darius Kenyahad. Kenyahad. Darius Kenyahad. Darius Kenyahad. Och han var ju Zoroast. Bade. Förlåt, nu hörde inte jag vad tolken sa. Han var Zoroast. Och då, vad betyder det? Yani chi Zartushti bud. یعنی مذهبش مسلمون نبود. مذهبش زرتشتی بود. اتان اینت با مسلم. هان تیلهرد سوراستر. ما بلیره با... ده بلیر سوراستریسمن. سورات... یا... سوراستریسمن. یا فشوار. و ده تریدی نامنت سم یا فک مه رو لپت ره با مجید رجاوی. مجید سومین اسمی که گفتی مجید رجبی گفتی. چی گفتی؟ رجبی؟ مجید رجبی. نه نه اینت مجید رجبی نه. محشید رزاقی. آه محشید. محشید رزاقی. و دو سیستا نامنن دو داریوش و محشید هور ویتن دوم آورتارست این داریوش و محشید رو تو از کجا میدونی که اعدام شدن اون موقع اون روز؟ داریوش و داریوش که بعدا از طریق یعنی خانوادهش متوجه شدن، ولی محشید برادرش زندان بودن، از طریق برادرش متوجه. داریوش fick jag veta senare av hans familj. Och Mahshid fick jag veta av hans bröder som satt i fängelse. Och om vi går tillbaka då till den 15 morgonen när du då har varit inför kommittén och sitter återigen i korridoren. Hala barmigärdim då var det rose punzahe mordad.
و بردنت پیش هیئت، آوردنت بیرون، اونجا گذاشتنت بشینی. و دو بسکریم دو ات دو سیتر در و ات دو سیر اندر ات دو ایلی فال اپفتر ات حمید عباسی و داوود لشکری کمر ایفرون آمفی‌تئاترن. تو میگی اونجا نشستی و خلاصه برداشتت اینه، یا نمیدونم میبینی که حمید عباسی و داوود لشکری دارن از سمت حسینیه میان به طرف تو؟ بله میبینم. یا سیر دوم یا؟ و دو برتر ات حمید عباسی هده می سی ان بونت مد اوگنبیندلر. و گفتی که دیدی که حمید عباسی یه دسته چشمبند دستش بودش. بله. یا؟ Då undrar jag lite grann hur du har kunnat göra de här iakttagelserna när jag förstår det som att du har haft ögonbindel på dig vid det här tillfället. خب سوال من اینه که تو چه جوری میتونی اینا رو ببینی وقتی که خودت چشم بند داری؟ Jag tänkte bara innan du får utveckla det, för du hade berättat det här att det var ett avstånd till de här personerna med 10-15 meter. بعدم اضافه کردی 10-15 متر هم فاصله است بین تو با اون افراد. و دو بیا برای کارگان مده ای ایلیه سم سید نرمست آبستانده که دو اپفتر از دو ها تیل حمید عباسی به هر تیل. یعنی نزدیکترین فاصله ای که تو با حمید عباسی داشتی اونجا تو اون راه رو همین 10-15 متر بود؟ بله. یا من الان برای تو نشون میدم چجوری میدیدم. این چشمان جلو چشم منه، من اینطوری نشستم اونجا پشت به دیوارم، اصلا اینجا سرم هم روی دستامه، صدای اینا از سمت راستم میومد، این چشمان رو زدم بالا با این قسمت دست. الان آقای قاضی رو من راحت میبینم که داره من رو نگاه میکنه، اون آقای قاضی رو میبینم که داره مینویسه، داره تایپ میکنه. الان این آقای قاضی اومد به سمت من، صورتش آورد به سمت من. وقتی اینا نزدیک من شدن، من سلام یواش یواش آوردم بالا. از این ور نگاه کردم، حمید عباسی رفت به سمت اتاق هیئت من. دوباره چشمم آوردم پایین، سلام بالا کردم، گرفتم. و دو بسکریوی هر نو دو ات دون پاسیرا دی در دو سیتر ای کوریدورن. پس اینجور که شما برای ما توصیف کردید، اینا از جلوی تو رد میشن. بله، از جلوی من رد شد. یا دون پاسیرا می یا؟ Så berättade du också gällande då den 15 mordad om en person som du pratade med, Mahmoud Saki. خب بعد باز هنوز در همون روز 15 مرداد هستیم، اسم یه شخص دیگه رو آوردی به اسم محمود زکی. بله. یا و som jag förstod så var du osäker på. Om jag förstod det så var du osäker på om han avrättades den här dagen eller någon dag senare. اونجور که من متوجه شدم در مورد اعدام این شخص اون روز مطمئن نبودی، حالا یا اون روز اعدام شده یا بعدش اعدام شده، درسته؟ بله. آه، det stämmer. Hur känner du till att han faktiskt avrättades? Alltså, du vet ju det. اصلا از کجا میدونی که این شخص اعدام شده؟ از کجا میدونی؟ اولا سر موزه بود اعدام شد. سر موزه بود؟ فرد هان ستود، altså han var kvar på sin inställning. Då var han brödrarish på mig. Dessutom var hans bror tillsammans med oss. Jag menar att du har fått veta efterhand att han faktiskt avrättades eller inte kom ut från fängelset, eller hur ska jag förstå dig? Manzuret chie? Manzuret ke bad ha shenidi in edam shode ya chi ro mikhayi begi dar baqa? Un moghe hamun lahze ke ya un moghe fahmidi hamun lahze fahmidi ke edam shode. Na, hamun ba'dan fahmidim ke edam shode. Ba'dash ke nabudan tu bandamun, ba'dash ke az khonovade ha mishnidim, ba'dash ke baradarshun va khoharshun va. Ne, kesishun va. یا منار دی سی همونطور که گفتم پدر من خود ناصریان به من گفتی که برادرش اعدام شد رسما گفت. و اسکی سیتی رتن دو فرصت دو ایر محمد الی محمود ساکی هم نمبر
34 i bilaga A. برای هیئت دادگاه میگم که بدونن اسم محمود زکی تو پیوست آ شماره 34 پیوست A. Sen har ju du också berättat om Nasser Mansouri som tas till hans namn ropades upp av Hamid Abbas den här dagen. Nasser Mansouri را هم اضافه کردی. گفتی چه اسمش اون روز اعدام شده یا نشده؟ Bonzon. Ja, den 15. Och han har då nummer 31 i samma bilaga. Hon har shomarash توی همون پیوست A شماره 31. Och är det på samma sätt vad gäller hans öde så att säga att han avrättades? Är det, känner du till det på samma sätt som du känner till att Mahmoud Zaki har avrättats? سرنوشت این رو هم از همون روشی که واسه محمود زکی تعریف کردی میدونی دیگه، از همون طریق متوجه شدی که این هم اعدام. یا و دو اصطلاحاً یا اینفال ات نام و ده وا دو فا اسمنامن نال بندی. حالا یه اسمی رو من فهمیدم، نال بندی، این فامیلیه دیگه. احمد نال بندی. Då kan jag säga först att det är nummer A97. Bara i hejatet åt Gamigam, kishomare A97. Du berättade att du var hos någon av de här personernas mamma och pappa och besökte dem i deras bostad. تو گفتی که پیش مامان بابای نمیدونم بعضی از این افراد رفته بودی، از اونا شنیده بودی. Ja. Och vems familj var det du besökte då? Ki, pishe mam baba ki rafte budi? Hamid Jafar Tajaddud. Brader Jafar Tajaddud sal 60 edam shod, Ghulam Hussein Tajaddud. Pederesh absurdegi gereft. Madarash ham gergye mikard baraye inke tu bachash. Och jag ber om att jag avbryter dig, men jag behöver gå vidare tyvärr, mamma, då höra med dig Ahmad Nalbandi. Hade du någon kontakt med hans efterlevande? خب متاسفانه بعد ادامه بدیم بریم سراغ بقیه افراد. مام بابای احمد نلبندی رو هم دیدی؟ نه، احمد چون قبلا با ما بود، قبلا تو بند ما بود احمد، منتقل شده بود به بند یک. وقتی هممون رو جمع کردن دیگه احمد هم رو. از اون 70 نفری که از بند یک برده بودن و 40 نفری که ادام شده بودن، یکیش احمد نلبندی بود. Sen så berättade du att om jag uppfattade dig rätt så dagen efter den 22 mordan, alltså den 23 mordan, så kom Nasserian och Hamid Abbasi till din cell. خب حالا فردای بعد از 22 که میشه 23 مرداد، ناصریان و حمید عباسی گفتی اومدن به سلول شما. بله. یا Och då undrar jag, för du berättade då att de ville att du skulle skriva ner och uppge information om andra fångar och vad som hände på avdelningen och så vidare. اطلاعات از تو میخواستن که بنویس، تعریف کن که زندانی های دیگه چی میگن و چه کار میکنن و از این قبیل چیزها. بله. یا؟ تیم حالا وقتی که اینا میان پیش تو، آیا چشم بند داری یا نداری؟ نه یا حد این تر. تو کنده سی بوده ناصریان و حمید عباسی در هر تیلفلت در رت اتفاق تو. یعنی کاملا واضح و آشکار دیدی هم ناصریان و هم حمید عباسی رو. ناصریان در که باز شد سمت راست من بود، تو در که باز شد حمید عباسی سمت چپ، ولی یه خود فاصله داشت از در. آسرالی هم که در باز کرد یه خود باشون با فاصله رفت عرب در بود. Sen så beskriver du en händelse efter det att din bror avrättas och det gäller din pappa då som ombads komma till din. خب بعد توضیح دادی در مورد اتفاقی که در اعدام برادرت و از پدرت میخوان که بیاد زندان اوین. Jag tror inte att du nämnde det, men vet du när det här sker i tid så att säga? Är det fortfarande när du sitter fängslad som din pappa besöker Evin?
فکر نمی کنم از زمانی گفته باشی کی بود، هنوز خودت زندان بودی که وقتی پدرت میره اوین؟ گفتم همون آبان 67 بعد از ملاقات با ما دو سه روز بعدش پدرم رفته بوده. اوکی. اینی که الان تعریف کردین چی براتون تعریف کرده؟ پدرم پاپا و گریه میکرد وقتی تعریف میکرد. سن تو berättade ju ditt mål för ditt träd att du även hade träffat på honom i Dabasti vintern 1374 i Teheran. بعدم برای وکیلتونم تعریف کردین که حمید عباسی رو 1374 تو تهران یه بار دیدین. بله. سوایا. در میدان آزادی. پو آزادی توریت. من مسابقه کشی میکردم. حمید عباسی گفت کرج. من وایستادم. اون اومد جلوی ماشین. وقتی من رو دید. کجیونش؟ خب نمیخون چون من همه شناخ، من همونو شناخ. شما که میگین منو شناخت، آخه از کجا میدونین که شما رو شناخت آخه؟ کسی که میگفت من میخوام برم کرج، همون موقع تصمیمش عوض شده رفتم به کرج. در نتیجه کاملا منو شناخت، من همونو شناخت. خب، شنیدی هم همون شنیدی هم همون پایین بود، شده اره هم همون پایین بود، شده اره هم همون پایین بود، وقتی که دیدینش، شما همون در وهله اول به جواب بودید؟ هلا خواسته از کجا فهمیدین حمید عباسی دستگیر شده؟ اولین بار من نشسته بودم همین مجید ساعت جمع الان اونجا هست و من گفتش که شنیدی حمید عباسی دستگیر شد. بعد من رفتم توی اینترنت و سایت ها و اینا شبکه های اجتماعی خبرش رو خوندم. Jag har hört att jag ber protokoll för att ni snart kan koppla på inspelningen med. خب همه هستن، دوباره شروع میکنیم، صبر بکنیم. منشی دادگاه اینجا دستگاه ضبط رو را بندازه. Ja, Mohammed, jag har några få frågor eller ämnen kvar jag vill reda ut med dig. Och det första gäller att gå igenom några namn igen. خب محمد، یه چند تا سوال دیگه باقی مونده ازت بپرسم و سوال اولم در مورد چند تا اسمه. اینا به خاطر اینکه ما ببینیم که این اسامی تو پیوستای ما وجود داره یا نه، که بعدها وکلای شاکیا مرور میکنن و بیان میکنن که هست یا نیستش. اگه دادگاه اجازه بده، موکل من خودش یه لیست تهیه کرده اینجاست، اجازه داره نگاه کنه؟ برش دارین بدین دسته؟ نگاه با باشیم. اجازه دارم. بگم تا 8 مرداد و تو کنی اوتیه هر دو نامه را که می‌دهی، سه تا 10 تا 11 نام. خب برمیگردم به 8 مرداد، اگه یادت باشه 10 تا 11 تا اسم گفتی. و دوباره فرض کنم که رکتن و فرضیه است. سید حسین صوفانی نمبر 12. A12 برای هیئت دادگاه میگم که سید حسین صبحانی شماره 12 تو پیوست A هستش. مهران هویدا نمبر A14. مهران هویدا A14 و رضا زند A13. رضا زند A13. Så kunde du, Mohammed, också återge namnen Ramin Ghazemi, Mansoud Kovari. Ismai Ketavordi, Ramin Ghazemi, Mansoud Kovari. Då ska jag säga att Ramin
Ghassemi är nummer A11 och Masoud Kovari A4. رامین قاسمی شماره A11 و مسعود کوباری A4. Då ska jag egentligen innan då be dig kontrollera Mohammad med den lista som är bilaga A och nummer 4, för där har vi då en Masoud Kovari, om det är den personen som du har, kan minnas läses upp. Mohammad, نگاه کن تو پیوست A رو شماره 4ش. اونجا نوشته مسعود کاوری. این همینه که تو میگی؟ بله. بله. من فکر کنم کووری میگی ولی کاوری با آ. کووریه. اینجا اشتباه نوشته. آه اوکی. هن دن یانتینگ اسکا وارا کووری. هر هارم شکریبیت فیل. اوکی. Sen så har vi Mansour Garemani som är A52. Bad Mansour Garemani ke A52. Och sen har vi då Ashgar Masjedi som är A. Nu ska vi se. Där ska Ashgar Masjedi, innan vi kommer till Negakoni. Sakon Shomara Shalom Miga. Uzda. Det finns, om du ser någon Mohammad där på listan, du bara kan bekräfta om det kan vara samma person. Ashgar Masjedi. Hamine, som var det Punza, är Ashgar Masjedi. Ja, det är samma. Ja. Och sen har ju du beskrivit beträffande Sayed Hussein Soufani, Mehran Hoveida och även Rezan, så har ju du tidigare här i förhör beskrivit att بعد طبق برداشت تو مهران هویدا، سید حسین صبحانی و رضا زند 8 مرداد اعدام شدن. بله و اون اسامی دیگه همون رامین قاسمی و بقیه هم. Mest för ordningens skull här och så vill jag ändå kontrollera med dig de här andra då fyra namnen. حالا برای اینکه برای اطمینان کنترل میکنم و ازت میپرسم اون بقیه اسامی را از کجا میدونی که اعدام شدن؟ بازم تأکید میکنم یکی اینکه سر موزه بودن همشون. Det första för deras inställning att de höll inställningen kvar. بعد هم به خاطر اینکه دیگه ندیدیمشون. سن و خود ناصریان هم به من گفتش که برادر تو اعدام کردیم. برادر من جزء همین گروه بود. من یه فرگه دی لیتی گران هر اپلیفده ری در اما تیلفلنا نر با eller ställdes inför den här dödskommissionen eller dödskommittén, och du har ju berättat om att du var där vid tre tillfällen. خب تو سه بار میگی بردنت پیش هیئت مرگ. درست؟ بله. یا den sista gången då, som ju var den 22 morgonen, så berättade du att du fick veta att om du inte gick med på det som man ville så skulle du komma att avrättas. Vad säger du min bar, att 22 morgon bod? Vet goftan äger ke qabul nakoni sharayet ona ro edamet mikonan. Vale. Ja. Du kan försöka beskriva hur du kände dig i den här stunden. Hala, ehsasatet har bara må bazgo kon. Che hessi bet dastad vakti ke ina ro shenidi? Hamash be onayi fekr mikardam ke onja sar mozashun istadan va goftam mojahede khalq. Va goftam از هویتم دفاع نکردم که بگم مجاهد خلقم. شدت از خودم هم ناراحت. برادر من ازش و از همه اونایی که روز با اون هویت رفتن یک احساسی شرم داشت. من نمیتونستم تا وقتی به مجاهدین نپیوسته بودم بتونم از برادرم دفاع کنم و بگم دادخواهش است. برای همین همیشه یک حالت
سعی میکردم تنها باشم. فشارهایی رو که روی خانواده خودمون و روی خانواده های همه اون اعدام شدگان بود و میدیدم. به بهزاد رمزی اسماعیلی رفتم که داور بین المللی بدمینتون. رفتین خونه شون؟ بله. خواهر دوقلو داشت. خواهرش رو بذاشت تو شونه من گریه میکرد. عکس بهزاد رو زده بودم توی دیوار خونه شون. نوار سیاه گذاشته بودم بغلش و زیرش هم نوشته بودم مجاهد خلق بهزاد رمزی اسماعیلی. پدرش چند وقت بعد بر اثر همین فشار روحی که بهش اومده بود فوت کرد. پرویز شریفی دوست خانوادگی ما بود، برادر بزرگتر برای من. مادرش و پدرش هر دو دچار افسردگی شد، هرگز لباس سیاه رو از تنشون در نیومد. هر وقت من اینا رو میدیدم و یاد برادرم هم میافتادم، گفتم باید بری دادخواه اینا بشی. ولی میدونستم که فقط تنها یه جا هست که من رو سچکی میدم، وقتی که پیوستم به سازمان بود. Och det var då när jag anslöt mig till organisationen, alltså Mujahedin. Jag måste avbryta dig, mamma. Förlåt, nu är jag jättefräck, men nu måste jag faktiskt avbryta dig för att få... Sen har vi under den här rättegången hört väldigt mycket om kablar som har använts på olika sätt, men vi har aldrig sett någon. Och jag bad dig ta med dig några. Tui indad gå az ye kablai sohbat shodo که به سر استفاده شده و اینا، ولی ما هیچ وقت اونا رو ندیده بودیم. منم از شما خواستم که با خودتون اینجور کابلا رو بیارین. من این کابلاییه که برای شکنجه زندانی استفاده میشه، عمدتا از این زخیماش استفاده میشه. زندانی رو روی تختی میخوابونن، روی تخت خواب، بعد دستشو به جلو میبندن و پاهاشو به عقب، حتی دو تا شست پاشو به همدیگه میبندن. پاهاشو روی همدیگه نیاره که یکیش ضربه بخوره، هر دو پاک ضربه بخوره. وقتی زندانی روی این تخت خواب خوابیده، اون چوبای وسطشو میکشن، زیر شکمش کاملا خالیه. یک نفر میشینه رو کمرش، یک پارچه رو میکنه تو حلق زندانی، بعد سرش رو به این شکل، سر زندانی رو اینطوری میکشه بالا، در حالی که رو کمرش هم نشسته. زندانی اینطوری افتاده روی تخت، پاهاش به عقب بسته شده. دو نفر با چنین کابل‌هایی شروع می‌کنن بهش کابل زدن به کف پاش. من از هیئت قضات و دادستان‌ها و وکلا می‌خوام هر کدومشون فقط آروم یه دونه بزنن رو دست خودش، تا بدونن که وقتی ما میگیم 600 تا یا 1000 تا با کینه تمام رو پای ما زده می‌شد یعنی چی. پاهمون می‌ترکید، کف پاهمون می‌ترکید، پر از خون می‌شد. بعد باند می‌پیچیدن، می‌گفتن بپر بالا پایین تا باد بخوابه، بادی که باد پاهمون باد کرده بود بخوابه و باز هم بزن. این شکنجه‌ای بود که همه زندانیایی که توی زندان‌های رژیم خمینی بودن دیدن. محمد، یا بیت دو بار می آمی که من کن دو بار برکتر اون دو بار بلید سلاغ همه انسان کابل داشت. ببینید، من میدونم شما خب مسئله زیادی براتون، چیزای زیادی براتون اتفاق افتاده، توی زیادی بودین و زشکش، ولی اصلا همین با این کابلی که الان شما نشون دادین تو گوهردشت، شما رو هیچ وقت با این کابل زدن یا نه؟ توی سال 66 بود، خرداد 66، یکی از زندانیا به نام علی طاهرجویان بر اثر فشارهای ناصریان و حمید عباسی برای اینکه روابط و مناسبات داخل بند بگه دست به خودسوزی زد. علی آتیش گرفته و شعله میکشید. حمزه شلالوند یکی از زندانیان بسیار جهان مرد پرید علی رو بغل کرد که آتیشش رو خاموش کنه. حمزه تمام دستاش سوخت. حمزه فیکی اما ما بهش یه پتو دادیم و با پتو این رو گرفت. حمزه البته بعدا در اوین اعدام شد. بعد از این قضیه ما تلاش علی طاهرجویان رو بردیم پایین توی بهداری زندان. پوست و گوشت اینطوری از دستای علی آویزون بود. همینطور علی 24 ساعت بعد قرار گذاشت. ما به خاطر اعتراض به همین برخوردها دست به اعتصاب قضا زدیم. روز 20 یا 21 اعتصاب قضا بود که توی هواخوری بند بودیم. اینجا توی این هواخوری، اینجا هواخوری بند ما بود، داشتیم ورزش جمعی میکردیم. حمید عباسی، داوود لشکری و یک تعداد پاسدار
اینجا روی پشت بون ایستاده بودن. ما چشمند هم نداشتیم. فاصله‌مون هم حدوداً 10 تا 15 متر پایین. بعد از چند دقیقه پاسدارا از این درکه این پایین می‌بینید اومدن ما رو اینجا محاصره کردن که حدوداً 60 70 نفر بودیم. بعد بردنمون طبقه دوم اینجا. بردنمون طبقه دوم این راه رو، توی راه رو، توی این کوریدور. بعد از اینجا یک تونل تشکیل دادن پاسدارا. پسشون کابل بود، آهن بود. شروع کردم به شدت ما رو زدن. من برای اینکه نخوره به سرم و اینا دستمون گرفتم اینجا ایستاد. یه ضربه چوب اینجا وارد شد، دستم شکست. ما رو از توی همین راه رو آوردن تای این راه رو. یه اتاقی بود که بعدا ما اسمش رو گذاشتیم اتاق گاز. ایختنمون تو اتاق گاز. وقتی اونجا چراغ خاموش باشه هیچ چیزی و مطلقا هیچ چیزی پیدا نیست. هیچ نوری نیست و هیچ هوایی هم وجود نداشت. بعد تقریبا دو ساعت بعدش ما به حالت خفگی رسیدیم. یه نمیتونستیم درست فکر بکنیم. یکی از زندانی‌ها به نام حبیب افتاد روی زمین. زیرمون پر آب جمع شده بود بر اثر اینکه عرق کرده بودیم. آب بدنمون جمع شده بود زیرمون. حبیب شروع کرد دست و پا زدن. حالا رفتیم شروع کردیم به در کوبیدن که بیان در باز کنیم. بالاخره با تلاش زیاد در باز شد. پاسدارا وقتی باز کردن در رو صحنه رو دیدن. همون موقع داود لشکری اومد گفت همه شون رو بیار بیرون. وقتی دید که دست من شکسته و یه نفرم چشش کور شده بود، یکی دیگه دنده قفسه سینه شکسته بود، یکی هم پا شکسته بود، ما چهارتا رو جدا کرد. بقیه رو شروع کردن تک به تک می بردن با آب فشار قوی روش می گرفتن خیسش می کردن. اول بعد با این کابل ها به کمرشون می کوبیدن. Efteråt var de genom våta blöta och sen fick de kabelslag på kroppen. Allarishun bara be chekastan ezara qaza va qordan qaza. Be khatir in shekanje ke ma kerde budan va nemitunestan ma ro be mulaqat berzan do ma mulaqatmon ham qat kard.